سلام دوستان به کلاس درس خوش اومدید خب توی ویدئوی قبلی با هم دیگه یاد گرفتیم که چطور وارون ماتریس های دو در دو رو به دست بیاریم و شرط وارون پذیری این ماتریس ها چی هستش امروز میخوایم در مورد وارون پذیری ماتریس های سه در سه صحبت بکنیم خب بحثمون رو شروع میکنیم با چهارمین قضیه در مورد ماتریس های وارون پذیر و وارون آنها قضیه چهار قضیه چهار به ما میگه که ماتریس سه در سه آ یعنی اگر یک ماتریس آ داشته باشیم که مساوی هستش با آ یک یک آ یک دو آ یک سه آ دو یک آ دو دو و آ دو سه و سطح سومش هم هست آ سه یک a دو و آس سه این ماتریس وارون پذیره وارون پذیر است اگر و فقط اگر اگر و فقط اگر چی دترمینان آ مخالف صفر باشه دترمینان ماتریس آ مخالف صفر باشه بنابراین شرط وارون پذیری ماتریس های سه در 3 دقیقا مثل شرط وارون پذیری ماتریس های دو در دو هستش دقیقا این شرط شرط وارون پذیری برای همه ماتریس های مربعی هستش شرط لازم و کافی ولی خب ما در مورد ماتریس های بالاتر از سه در سه خیلی بحث نمی کنیم اینجا خب و, و, و آنگاه وارون آ از آه چی به دست خواهد اومد؟ پس این اگر فقط اگر دترمینان آ مخالف صفر باشه ماتریس آن وارون پذیره و داریم خب حالا میخوایم رابطه وارون آ رو بنویسیم داریم آ وارون مساوی هستش با یک بر روی دترمینان آ خب این و اگر یادتون باشه برای وارون ماتریس های دو در دو هم داشتیم یک برای روی دترمینان آ زب در این ماتریس ماتریسی که هست آی بزرگ یک و یک یعنی همسازه یک و یک آ پس این هست چی؟ همسازه یک و یک ماتریس آ درسته که خاطرتون هست تعریف همسازه چی بود خب آی یک و یک آی دو و یک و آی سه و یک این سطر اول هستش سطر دوم هست آی یک و دو آی دو و دو و آی سه و سه و نهایتا سطر سوم هست آی یک و سه آی دو و سه و آی سه و سه درسته خب این بالا را من یه کمی بد نوشتمش بذارید براتون درستش بکنم اینجا آیه سه و دو هستش آیه سه و دو خب این رابطه هستش که آه وارون ماتریس آ ازش به دست میاد که یادآوری بکنم به بخو خودمون همسازه آی و جی ماتریس آ برابر با چی بود؟ برابر بود با منفی یک به توان آی به علاوه جی ضرب در دترمینان کهاد که آی و جی ماتریس آ درسته که پس این ام بود چی ام بود کهاد آی و جی کهاد آی و جی ماتریس آ. که کهاد آی و جی چی بود؟ ماتریسی بود که از حذف سطر آیوم و ستون جیوم ماتریس آ به دست می اومد خب ما خیلی وارد جزئیات این اثبات نمیشیم اثبات قضیه چهار که چرا آ وارون از این رابطه به دست میاد گرچه اثباتش توی کتابتون اومده و میتونید یه نگاهی بهش بندازید اگر دوست داشتید اما بیاید با هم دیگه یه مثال ببینیم تا ببینیم که واقعا این قضیه چهار درست کار میکنه یا نه خب مثالی که با هم میخوایم ببینیم ماتریس آ فرض بکنیم که این هستش آ مساوی هستش با ماتریس سطر اولش هست یک دو و چهار سطر دومش هست صفر منفی یک و سه و سطح سومش هم هست یک یک و صفر خب حالا سوال اینه که آیا آ وارون پذیر یا نه و اگر که وارون پذیر هست وارونش رو ما میخوایم به دست بیاریم با هم دیگه خب برای اینکه ببینیم آ وارون پذیر یا نه اول چیکار میکنیم اول دترمینان آ رو به دست میاریم درسته دترمینان آ رو برای اینکه به دست بیاریم بیاید آ رو, رو روی سطر سومش بس بدیم چون سطر سوم یه درایه صفر داره کار ما یه خورده راحت تر میشه اگر روی سطر سوم بس بدیم خب به دست میاریم چی به دست میاریم دترمینان آ میشود یک ضرب داره منفی یک به توان خب سه به یک در دترمینان کهاد سه و یک ماتریس ها که کهاد سه و یک میشه چی؟ میشه حصف سطر سوم و ستون اول یعنی دو چهار منفی یک و سه به ی... یک ضرب در منفی یک به توان سه به علاوه دو در دترمینان که هاد سه و دو ماتریس آ که هست چی هست به سطر سوم و ستون دوم به ما چی میده؟ میده یک، چهار، سف و سه بنابراین جمله سوم هم که صفر هستش داریم به علاوه صفر زب در آ سه و سه همسازه سه و سه که خب این جمله چون کلا صفر میشه خیلی مهم نیست برامون خب بیاید این دو جمله اول رو حساب بکنیم این دترمینان برابر با چی میشه برابر میشه با دو ضرب در سه من های چهار ضرب در منفی یک یعنی میشه ده پس داریم یک ضرب در یک ضرب در ده درسته چون منفی یک به توان چهار میشه ده به علاوه یک ضرب در منفی یک به توان پنج که میشه منفی یک ضرب در دترمینان این ماتریس که میشه یک ضرب در سه من های چهار ضرب در صفر یعنی سه پس نهایتا داریم ده منهای سه که مساوی با هفت هستش پس چون دترمینان مخالف صفره دترمینان آ مخالف صفره یعنی ماتریسمون وارون پذیره درسته حالا بیاید با همدیگه دیگه وارون ماتریس آ رو به دست بیاریم برای اینکه وارونش رو بتونیم به دست بیاریم باید تک تک همسازه های آ رو اول حساب بکنیم خب پس همسازه های آ ببینیم چیا هستند. آ یک و یک می شود چی آ یک و یک مساوی می شود با منفی یک به توان دو در دترمینان منفی یک سه یک و صفر که مساوی خواهد بود با منفی سه درسته خب آیه ای یک و دو مساوی چی میشه؟ آه یک و دو میشود منفی یک به توان سه در دترمینانه خب سطر اول و ستون دوم آره هست میکنی میمونه چی؟ میمونه صفر سه یک و صفر درسته؟ خب پس این برابر با چی میشه؟ برابر با سه میشه آه یک و سه مساوی چی میشه مساوی میشود با منفی یک به توان چهار در دترمینان صفر منفی یک یک و یک که مساوی میشود با چی مساوی میشود با آه خب منفی یک به تمام که میشه یک دترمینان این ماتریس هم هست صفر به علاوه یک یعنی یک پس آ یک و سه مساوی با یک میشه خب بقیه همسازهای های آ رو برای اینکه وقتتون رو زیاد نگیرم من اینجا براتون می که شما میتونید خودتون امتحان بکنید که اینا واقعا همسازهای های آ هستن آ دو و یک برابر با چهار میشه آی دو و یک مساوی با چهار میشه آی دو و دو مساوی با سه میشه از میخوام مساوی با منفی چهار میشه، آیه, آیه دو و سه مساوی با یک میشه، آیه سه و یک مساوی با ده میشه، آیه سه و دو میشود منفی سه، و نهایتا آی سه و سه مساوی میشود با منفی یک پس این از نه تا همسازه ماتریس آ که به دست دابدیم. حالا قضیه چهار به ما میگه که آ وارون یا آ منفی یک باید مساوی با چی بشه یک روی دترمینان آ پس یک ضریب یک هفتم داریم ضرب داره خب این ماتریس رو بیاد اینجا تشکیل بدیم آ یک یک هست چی؟ آ یک هست منفی سه آی دو یک هست چی هست چهار آی سه یک هست ده خب سطح دوم آی یک دو چی هستش سه هستش آ دو دو منفی چهار آیه سه دو چند هستش منفی سه و نهایتا سطر سوم میشه چی آی یک سه که هست یک آی دو سه که هست یک و آی سه سه که هست منفی یک درسته خب بیاید با هم دیگه امتحان بکنیم ببینیم این ماتریس واقعا وارون آ هست یا نه یعنی بیاید آ منفی یک در آ رو با هم حساب بکنیم خب یه ضریب یک هفتم داریم که میذاریم باشه ضرب آ یک در آ اولین درایه میشه چی؟ میشود منفی سه به علاوه ده داریم چیکار کنیم؟ داریم سطر اول رو ضرب کنیم سطر اول آ منفی یک رو ضرب میکنیم توی ستون اول آ پس یه منفی سه به علاوه ده خواهیم داشت درایه دوم میشود منفی 6 به علاوه منهای چهار به علاوه ده درسته درایه سوم میشه چی؟ میشه منفی دوازده به علاوه دوازده بریم سراغ سطر دوم درایه اول می شود سه منهای سه درایه دوم می شود 6 به علاوه چهار منهای سه درایه سوم میشه دوازده منهای دوازده نهایتا سطح سوم آ یک در آ درایه اولش میشه یک منهای یک درایه دومش میشه دو منهای یک منهای یک و درایه سومش میشه چهار به علاوه سه خب این جمع و تفریقا رو اگر حساب بکنیم به دست میاریم چی؟ به دست میاریم یک هفتم در خب سطح اول میشه هفت صف و صف. میشه صف. صف. و سف میشه صف، صف و سف سطح دوم میشه سف هفت سف و سطح سوم میشه سف سف و هفت خب یک هفتم رو هم اگر اثر بدیم این تو نهایتا به دست میاریم چی؟ یک سف سف سف, سف، یک سف و سف سف, سف، یک یعنی آمنفی یک در آ و ماتریس آی 3 در 3 ماتریس همانی 3 در سه شد خب پس این نشون میده که آمنفیه یک واقعا وارون آ هستش خب یک البته چیز دیگر رو هم ما باید چک بکنیم باید چک بکنیم که آ در آ منفی هم باید مساوی با آی بشه حتما و اون رو هم اگر خودتون برای خودتون انجام بدید میبینید که برقرار هستش پس قضیه چهار داره به ما درست میگه نحوه به دست آوردن وارون یک ماتریس سه در سه رو خب اینجا ما بحث در مورد به دست آوردن وارون ماتریس های مختلف و شرط های لازم و کافی برای وارون پذیر بودن ماتریس ها رو تموم می کنیم توی کلاس درس بعدی می بینم